رؤسای اشایر عراقی در مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر مقدس کربلا حضور یافتند در این دیدار هیئت نمایندگی دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو به سرپرستی حجت الاسلام و سید مهدی شیرازی پذیرای رؤسای اشایر عراق بودند و با آنان دیدار و گفتگو کردند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجعیت شیعه حجت و المسلمین سید مهدی شیرازی در این دیدار خواستار ایجاد راه های ریشهی و پایدار برای مشکلات عراق شد. ایشان ضمن ابراز تعصف در باره وارده بر مسلمانان در سراسر جهان از قبیل قتل، شکنجه، زندان، سلب آزادی بیان، پایمال کردن حقوق و بیحرمتی به کرامت انسانی بیان داشت، ما از شدت گرفتن مشکلات جهان اسلام متاسف می شویم و این در حالی است که اروپا ده ها سال پیش تمام مشکلات خود را با کمک را های جامع و پایدار پشت سر گذاشت. امروزه شهروند اروپایی با کرامت و آزادی بیان زندگی می کند، نه زندانی می شود، نه شکنجه می بیند، نه تحقیر می شود و نه از وطن خود رانده می شود. در حالی که در کشورهای اسلامی شاهد شکنجه قتل آوارگی تبعید تحقیر و منع آزادی افراد هستیم و کسی نیست که آنان را یاری و از حقوقشان دفاع کند تا با کرامت انسانی زندگی کنند حجت الاسلام والمسلمی شیرازی با اشاره به مشکلات موجود در کشور عراق ادامه داد همه ما باید برای حل مشکلات عراق به اندازه‌ای که می توانیم حتی با گفتن یک کلمه یا برداشتن یک گام با یکدیگر همکاری کنیم. ایشان ضمن تاکید بر اتحاد و وحدت کلمه ی تمام آهاد ملت افزود راه حل ها باید ریشه‌ای باشند نه ظاهری زیرا اگر مشکلات به صورت موقت حل شوند پس از مدتی کوتاه دوباره بروز خواهند کرد و ممکن است تشدید و به تدریج دشوارتر شوند در پایان این دیدار سید عارف نصرالله، مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله در کربلای معلا از نقش آفرینی ارشایر و حمایت ایشان از مرجعیت دینی قدردانی و تشکر کرد و رؤسای اشایر حاضر نیز آمادگی خود را برای دفاع از مقام شامخ مرجعیت اعلام کردند.